ما، یعنی کسانی که راوی این قصه ایم، معتقدیم هر کسی که باشیم، زن یا مرد، پیر یا جوان، پولدار یا فقیر، دانشمند یا کم سواد، سفید یا رنگین پوست، متعلق به هر دهه‌ای که باشیم، دهه 40 یا 60، دهه 50 یا 70، جهان با عشق آفریده شده و عشق موهبتی الهی. ما معتقدیم فقط با درک متقابله که انسان از تنهایی رها میشه و عشق که جز مسئولیت نیست، تنها عامل نزدیک شدن دلهاست. که اگر چنین بود، عشق تعطیل نیست و هیچ وقت تعطیل نیست. سالگرد ازدواج نفس و رهاست. شما ابرهای زیبا نمیخواید کاری بکنید؟ چه زود یک سال گذشت، انگار دیروز بود. 5 سال 7 سال ای ابر مهربان. 5 سال خانم زیبا. 7 سال اشوام نه یا مخم نزن. مهربانم 5 سال. مگه هم سنتم پیر مرد مهربان آلزایمری؟ میگم 7 سال بگو. زور نگو خانم. تا حالا هیچ خانمی در طول تاریخ زور نگفته. این بیان واقعیت. برو محو. واقعیت زنا زور خانم زیبا. من شما رو دوست دارم. برو محو شو. همینی که هست. چی میکشه این نفس از دست این مردای زورگو؟ تنها اونهایی که شادی رو تو لحظه‌های ارتباط چشیدند میدونن سالگرد ازدواج چه روز عزیزیه. من امروز سرحال‌تر از هر روز و زنده تر از هر روز، در حالی که رها با لبخندی کودکانه عزیزانه خوابیده بود، از رخت خواب بیرون اومدم. میدونستم امروز برای ما مثل هر روزمون روز خاصی خواهد بود. سلام نفس. زنگ زدم سالگرد ازدواجتون رو تبریک بگم. منو که میشناسی. من رعنام، همونی که 5 سال پیش از خفگی نجات دادی.
اونی که تو دریا خفه میشد نه ها، اونی که گاز گرفته بودش. شناختی؟ میدونم نشناختی. همونی که سال قبلش خودکشی کرده بود. نشناختی. سلام نفس جون، از مطب دکتر چادر شبچی تماس میگیرم. قرار امروزی که گفته بودی کنسل کردم. دکتر سالگرد ازدواجتون رو تبریک میگه و برای هر دوتون آرزوی خوشبختی میکنه. منم همینطور. بالاخره نگفتین 7 سال چطور آقای رشید رو خفه کردی؟ یا من مرتضی که همش مشغول خفه کردن همین. تلفن همراه یعنی مرج. مردم تا براتون پیغام گذاشتم. محبوب دیس از عبد اولدی olmasa da جهنم. دنیا شما دوتا رو کنار هم میخواد، کی این همه تفاهم و یاد شما داد؟ خوشبختی واسه هر دوتون اتفاق افتاد. این عالیه، اما ما رو نبریم از یاد. اینو همین الان ساختیم، خوب بود؟ یس. خاک تو سر بیلیاقتت بکنن نفس. نمیدونم رها از چیه توی بیریخته ایک بیری خوشش اومد. زنی که یه زشت زورگوی مرد دوز. الهی روز خوش نبینی که داغشو به دلم گذاشتی. 7 سال زندگیمو کردی انبار زغال. الهی سالگرد مرگتو ببینم. رها جان خوبی خودت؟ میفهمم از دست این جادوگر چی میکشی. کال می بک هانی. صبح بخیر رها و نفسم. سالگرد ازدواجتون مبارک. برای امشب دست به کاری نزنی. من خودم چند جور غذا پختم. من پختم. آره پدرت پخت. خریدم خودم کردم. آها خودش کرد. من منوی غذا رو هم خودم دادم. آره خودش داد. من منی وجود نداره نفس. من بیمم. اینقدر جلو دست بالا منو گرفت که نفهمیدم چه غلطی کردم. میشه تو این روز عزیز یه خواهشی بکنم نفس جان؟ صبر کن نفس، جوابشو نده، من ببینم چه خواهشی. چه خواهشی؟ میشه یه امشب سر رها قر نزنی؟ با این مادرت هر سالگرد ازدواجمون قول میده اما زیرش میزنه. پدرت دروغ میگه، من هر سال سر قولم هم. من کارش نکردم. چی کارش کردی؟ هیچی. اینها اینم جاش مال پارسال. خالی بسته ساله. خب امسال دردم اومد. رفلکشن تخیری. منم پارسال یه سری گازم گرفت، امسال جیغ زدم. چرا؟ رفلکشن تخیری دیگه مثل ساله. احسنت. و خالی بند. خب گاهی برای خنده. باشه. بچگیمون به خالی بندیاتون خوب خندیدیم ساله. آره چقدرم خوش گذشت. نه دیگه وقتشه به دکتر افسانه کمکش کنه، خوش کار کنه. به من نگو افسانه. باحاله. میگم باحال نیست. من دیگه باید برم. دیت دارم، داره دیرم میشه. با کی؟ مگه من از شما میپرسم با کی؟ پسر مگه من دیت داشتم تو زندگی؟ نمیدونم ولی به هر حال من نمیپرسم. چیف بزنم. رها جون عزیزم و البته نفس جون، امیدوارم در این روز عزیز و گرامی احساس کنین که به خوشبختی رسیدین. بفرمایید خانم. رها جون زندگی چیزی جز احساس بی‌نیازی و پر بودن از عشق نیست که حتما در این سالها اونو با تمام وجود تجربه کردین. قربون وجود نازنینت برم مادر. قربون اون قد و بالات بره مادر. قربون اون چشای سبزت بره مادر. ایشالله همه ی بلاهای نزدیک از وجودت بیرون باشم. امیدوارم که اولین کسی باشم که سالگرد ازدواجتون رو بهتون تبریک میدم. منم امیدوارم. مردم ساعت کوک میکنن برای که نفر اول باشن. خب ما هم ساعت کوک کردیم ولی عمل نکرد. عمل نکرد نه، زنگ نزد. همون. خیلی خب زنگ زد. ببین مادرت گفت هیچی جای خواب صبح نمیدونه. ولی من امسال اینو نگفتم. راست میگی. گفت این تبریک گفتن رو بعد 7 سال خیلی لوسه. اینا داره سخت میشه. رها اینا رو پاکن قبل از اینکه نفس بشنوه. نه 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 نه، برای ثبت در تاریخ بذار باشه. اماد آه سرم رفت به بار. کمک. ای من کاریش نکردم. من امسال پیش دستی کردم، زودتر داد زدم. آدم نمیشه. حالا شما سعی خودتون رو بکنید، شاید نتیجه گرفت. میخوام چیز بگم شما تصور کنید. من
بله. زهرا. بگو دختر. میگم دیر بیام خونه. الان کجایی؟ خونه. نمیدونم، اگه بابا اجازه داد دیر بیام. باشه. کجا بود؟ خونه. از خونه به خونه دیر بیاد. من چه میدونم ایمار، این سر به سر من نذار. امروز به قدر کافی تلخ و شکننده هست. چرا؟ 7 سال پیش توی همچین روزی سر دست گلم رو دزدیدن. بردن. آوردن. خوردن. بردن. آوردن. خوشتن. تو منو مسخره کردی یا؟ تو هم مثل من نمیتونی دبون. تلفن من زنگ خورد؟ نخورد؟ تو هم مثل من تو غصه کم. زنگ خورد؟ نخورد؟ زنگ خورد. جانم مامان چی کارتون کرد چقیدین؟ علکی کجایی؟ پشت سرتون. نه پدر نچرخین، نمیخوام مامان بفهمه دارید با من حرف میزنید. باشه. حالا خیلی ستریکس بگه باشه نمیذارم بفهمه. باشه نمیذارم بفهمه. نچرخین. پس مامان کاریتون نکرد علکی جیغ زدین کله. نچرخین پدر. حالا لبخند از اون صورت خوشگلتون محو کنی؟ ها؟ از اون صورت خوشگلتون لبخندتون رو محو کنی؟ بگید باشه میپیچونم. باشه میپیچونم. میپیچونم. پایه اینا. پایه هستم. منم عاشقتم. حالا من شما رو میپیچونم البته با اجازه. باشه بپیچون. بگید بله. بله. نچرخیم. باش. حالا بگیم میفهمم. میفهمم. من دیر نمیام، میرم ببینم عشی بشی چی کارم داره. برگردیم مامانو نگاه کنیم بگیم سی یو. سی یو. یه بار دیگه سی یو. سی یو. حالا خودتون میدونین و مامان تگی مامان بودینا. سی یو. سی یو. کی بود؟ ایش. صبح بخیر. ببخشید بد موقع مزاحم میشم. من دریانی هستم، از سوپر آرزوهای بزرگ دریان. خواستم سالگرد ازدواج شما و آقای رها را تبریک عرض نمایم و بگم کانگریجولیشن آن یور ودین انیورسری. سوپر آرزوهای بزرگ دریان مفتخر است که شما و همسر محترمتان را که به نظر ما خوشبخت‌ترین زوج محدوده دلوری ما می باشید را به عنوان همسر نمونه انتخاب کرده و به عنوان جایزه مصرف 1 سال استفاده نامحدود DHL دریانس کوپریشن را تقدیم حضور کنید. امروز فقط تو زنگ نزده بود. اتفاقا منم همین فکر کردم که زنگ زدم و برایتان آرزوی شادکامه کرده و یادآوری نمایم که چه بسا ما شادی های کوتاه من را به خاطر شادی های بزرگ از دست می دهیم. باورت می شه نه. دینگ دینگ. من الان 1 ساعتم. رها و نفس عزیز، دیگه وقتش از خواب ناز بیدار بشید. امروز روز خوبیه برای شروع تازه با تازگی های پیش بینی نشده، چیزی که میتونه شما رو شگفت زده بکنه. نفس منی. دینگ دینگ. من الان 1 ساعتم. رها و نفس عزیز، دیگه وقتش از خواب. آقای رشیدی سلام. همونطور که امر کرده بودید 8 صبح امانتی رو که سفارش داده بودید فرستادیم برای نفس خانم، اما کسی در رو باز نکرد. مجدداً 9 فرستادیم، بازم کسی در رو باز نکرد. آقا برای بار سوم 10 فرستادم، فکر کنم الان رسیده باشه، لطفاً در رو باز کنید. نه بازم چرا در رو باز نکردی با؟ نفس
نفس جان میشه در رو بکنی لطفا ببینی کیه پشت در؟ عجب روزی این بار نفس ای شیطون، روز سالگرد ازدواجت کجا غیبت زده؟ خونه نیستی؟ خب از من یه جوک بگم زود برم. یه مرده تو سالگرد ازدواجش به زنش دست گل میده، میگه بالاخره امسالم گذشت، باز به سالگرد ازدواجمون رسیدیم، این نشون میده ما چقدر خوشبختیم. زنه میگه زازا زوزو، میتونستیم خوشبختر باشیم اگر به یه روز قبل از ازدواجمون میرسیدیم. مرده میخنده میگه چطور؟ زنه میگه در اون صورت من هیچ وقت زنت نمیشدم. خب شب میبینم. دیوانه فکر کن زنش نمیشه. اره دیوانه های دروغو هم واسه کادوی سالگرد ازدواجش هم که بوده حتما زنش میشه. چو کش میکردم سالگرد ازدواجت مبارک باشه نفسم، از طرف کسی که نفسش به نفست گره خورده، رها. قرار بود که اینو روی کارت بنویسیم. کارتمون تموم شده بود، گفتن حفظ کنم. ببخشید یه سوال. بفرمایید. این نفسش به نفست گره خورده یعنی چی؟ خیلی مسخره است. نفس؟ اصلا فکر نمی کردم یک وکیل محترم دادگستری اینطور با بی‌ادبی و با بی جواب گذاشتن یک شاگرد گلفروش مسئول بخواد احساساتشو جریه دار کنه. چه بگی این جمله از کجا داری میاری بیرون؟ خوشتون اومد؟ خیلی. از حسش یا لحنش؟ از حسش کدوم؟ حدس می زدم. از رئالیته دور بود. اقراقم داشت؟ ای بابا، دیوونه است. چه؟ باید بگم با بستن این در به روی من صورت حسابتون داره خیلی سنگین میشه جناب آقای وکیل. از چه لحاظ؟ شکستن قلب یه شاگرد گلفروش، اونم دو بار در یه روز. من قصدم حقیقتا این نبوده. قصد آدم مهم نیست، مقصودشون مهمه. ببخشید من عذرخواهی میکنم باز. خیال کردین با یه عذرخواهی ساده میشه همه مسائل رو حل کرد؟ اون هم در زندگی؟ این تصور احمقانه ایه که ما پیدا کردیم که فکر میکنیم هر کاری دلمون خواست میتونیم بریم بکنیم، بعد با یه جمله معذرت میخوایم بیایم همه چیزو درستش کنیم، اونم در سالگرد ازدواجمون. بعد چی کار میکنیم؟ یه دسته گل سفارش میدیم، اونم از گل فروشی سر کوچه. حتی زحمت انتخاب گلم به خودمون نمیدیم که بخشیده بشیم، که فراموش بشه در سالی که گذشت با عدم درک نفس زندگیمون چه بر سرش آوردیم. بعد با یه جمله مسخره میخوایم ماله بکشیم رو همه چیز از طرف کسی که نفسش به نفست گره خورده. آخه این چیه؟ ما آدم ها گاهی قد مسئولیت های خودمون رو فراموش میکنیم. اونش دیگه به من مربوط نیست آقا. آره خب به خود آدم و وجدانش مربوط نیست. نخیر، به خود آدم و وجدانش هم مربوط نیست. میگم پس میکنم مربوط. من چه میدونم؟ آقا شما نباید از من توقع داشته باشید که جواب تمام سوالای احمقانه و فلسفیتونو بدم. آقا ما دیگه خالی شدیم، ما بیگانه ایم از خودمون، از پیرامونمون. باور دارید؟ بله بله خیر. تحت تأثیر قرار گرفتین؟ بله. پس سلام منو خدمت نفس خانوم برسونید و از ایشون تشکر کنید. ایشون منو تشویق کردن که کلاس های بازیگری رو جدی بگیرم. ای خدا! عجب اجرایی رفتم و ترکوندم! دیوونه ای نفس. من بدون تو مهربونم یه لحظه هم نمیتونم زندگی کنم. نفس
چی شده باز؟ سالگرد ازدواجتون مبارک. تو از کجا میدونی؟ خودتون گفتیم. باز چی به تو گفتم؟ چون دهن لقی. راست میگی من وقتی خوشحالم هیچ وقت نمیتونم چیزی تو دلم نگه دارم. اینطوری نگفتی؟ نگفتم. میگم چجوری گفتم؟ گفتی دیگه حالم به هم میخوره از این مراسم احمقا. اینو نگفتم. من گفتم که خیلی خوشحالم که نه همونو گفتم. نه اینو گفتم. پس 50 تومن بدید. چه خبر زیاده؟ امروز قیمت دلار رو گرفتیم؟ به دلار حساب یعنی اینو نمیخوام. این چی هست؟ ببینم. اینو خانم دادن بهتون بدم وقتی داشتن میرفتن. خانم داشتن میرفتن؟ خانم کجا میرفتن؟ خانم که مثل شما دهنلق نیستن. تو میدونستی خانم خونه نیست و منو تیغ زد؟ بله. باید میشه بگی بله؟ بله. پنجاه تومن یادتون رفت؟ برو پایین برات میارم. شما یه عیب دیگه هم دارید. چه عیبی دارم؟ فراموشکارید. نه من فقط دهنم. فراموشکار و هیجانی. هیجانی چرا؟ هیجانی میشید، دهنلقی میکنید، بعد فراموشکار میشید، حق آدمو نمیدید. باشه باشه بیارم. بله آقا، من جلوی دهنلقا و هیجانی ها صبورم. نفس نیستی خونه واقعا؟ بیا بیا برو حال کن. ولی صدات دیگه در نمیاد. خدا رو شکر دهنلقای مجتمع زیاده. نازش خوب شده. نه همه زیاد. باور کن منم خسته میشم از این مراسم به قول تو احمقانه و تلفن‌هایی که هر سال در همچین روزی پاشنه در خونمون از جا میکنه دهن لقه کوچولوی من. ولی ممنونم از خداوند مهربان که اونقدر ما رو خوشبخت کرده که همه میتونن خوشبختی ما رو ببینن. امروز وقتی بیدار میشدم تا مهیای امشب بشم و مثل همیشه به تو فرصت دادم که بیشتر بخوابی، برای اولین بار در طول این 7 سال زندگی مشترکمون در وجودم احساس غریبی دیدم. چیزی که نمیدونستم چیه. ولی به یقین اگه بفهمم حتما نگاه دوباره‌ای به من و خودت، به دنیا و زندگی خواهم داشت. اگرچه متفاوت. امروز بی اختیار یاد شعری افتادم که یادم نیست مالکیه. که میگه گاهی دلم از زندگی سیر میشود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم. رویش دراز بکشم آرام و آسوده، مثل ماهی حوزمان که چند روزیست روی آب خوابیده. من امروز جایی که میتونه عزیزترین جای زندگیمون باشه نشستم، تنها و منتظر. پیدام کن اگه عشقمون تعطیل نیست. آخه یعنی کجا رفت؟ ساکت باش رها، حرف نکش. نفس کجا رای؟ عزیزترین جای زندگیمون. که کجاست اونجا؟ جایی که من رفتم. خب کجا رفتی؟ عزیزترین جای زندگیمون کجاست؟ پسر تو مگه مرض داری که بین من و مادرتو میخوای شکر آب پسر مگه تو مرض داری بین من و بابا
تو اینجا چی کار میکنی؟ کی؟ من که داشتم میرفتم. مگه نه پسر؟ نرید ساله. باشه؟ نمیرم. بسیار خوب، پس من میرم. نرید افسانه. به من نگو افسانه. چشم افسانه. شما دوتا انسان بالغید که با عشق این همه سال همدیگر رو تحمل کردید، با هر بدبختی که بوده با عشق. نه نه نه، اصلا اینطور نیست. معلومه که نیست. خب پس هنوزم میتونید این مسئله کوچیک رو بین خودتون با هر بدبختی که بوده حل کنید. با عشق، با عشق، با عشق. حالا میری دیت میذاری؟ نه تو. من چی؟ بگو من چی؟ نه ازت گذشته. نه از من نگذشته. پس دیت میذاری؟ یه نگاه به قیافه من بکن، من اصلا میتونم. نه گذشته. نه نگذشته. پس از من گذشته؟ نه از تو هم نگذشته. جدی میگی؟ از من چی؟ تو که تازه اول دیتته؟ بابا آره؟ خب حالا بگونم با کی؟ اصلا به من میخوره؟ به من میخوره؟ نه ازت گذشته. نه نگذشته. ای خدا تو رو بکشه پسر، مرض داری تو آخه؟ تو از خدا میخوای تنها پسرمون رو بکشه؟ نه خدا منو بکشه. نه اون وقت من چیکار کنم؟ اونه. آیش بشی کجا میری؟ هیچ جا. زود بیا اینجا ببینم. با موزیک بیام؟ با هر کوفتی میخوای بیا، فقط بیا. بخونم و بیام آخه به موزیک سخته. بخون، برقص، بپر، فقط بیا. یک ساعت منو اینجا کاشتی، معلومه چی کار میکردی؟ رو موزیکش کار میکردم. رو موزیک چی؟ موزیک اینجا، موزیک این صحنه، این لحظه. دیوونه ای؟ گوش کن حالا. دیدم تو رو من اینجا، اینجا خوب شد که هستی اینجا. وا بشه برایم درها. چی میشد که دیده تنها؟ هی بابا. ای بابا، بابام نمیدونه اینجا. ولی بابای من که میدونه اینجا. میدونه که هستی اینجا. خب آره دیگه میدونه که اینجا. ای برات بد نشه حالا. واسه چی؟ که تو رو کشوندم اینجا. ترسیدی؟ ای آره پس بریم از اینجا. کجا؟ هر جا تو بری میام اونجا. دیوونه. دیوونم و دل زدم به دریا. دریا؟ الهی غرق بشم اونجا. الهی؟ الهی بمیرم و بشی تنها. پشی ول کن، باید برم از اینجا. نرو نرو از اینجا. بی خیال که فکر کنی میمونم اینجا. یه چیزی میخوام بگم به تو. اینجا بغضی گره خورده اینجا، یه بغض خاموش و بی صدا. اینجا ایناها اینجا.
چی پشی میمونه همین جا، کجا بریم بهتر از اینجا، بدون تو نمیرم هیچ جا، بذار ببینتمون اینجا. پرونشو زود بیا برو از اینجا، نمیخوام ببینتمون اینجا. دیگه دیر شد، زود بشین اینجا. اشی اگه شر کنی من دیگه با تو نمیام 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 هیچ جا. سهرا، سهرا. سلام خبی. اینجا؟ بمیری اینم میگه اینجا. بله من اینجا. آها اتفاقا باید کار واجب دارم، یه دقیقه بشیم سر میز خودمون. چرا همچین میکنی؟ باید کنار بس از این آقا خواهش کنم که به اینجا آقا من از خواهی میکنم ممکنه که جامون رو عوض کنیم چون بشیم اینجا ما اینجا بردار این طرف خواهش کنم. عرشو. من میرم. بگی بشین ببینم، بگی بشین، چه خوبه که با هم اینجای بشین. این مرز بشین، این کار واجب دارم با تو. چومینی نفس کجاست؟ خونه شماست. نه خونه شماست. نه خونه شماست. نه خونه شما. نه خونه شماست. نه خونه شماست. بازی دوریه. خیلی خب برنشین بریم. حالا که فهمیدید بشینیم با سهرا خانم یه کاپوچینو بزنیم تو رای. نه من اصلا خبی کی کاپوچینو زدم تو رنگ؟ حالا میزنیم تو رنگ. رنگ پمپشو برنش. بودو با اجازتون. بودو با اجازتون. خدا حافظ. سیو. کجا؟ خونه اون این وره. میگم بودو. چشم. آلین چه خوب شد اومدی، کارتم دارم. ببینم میدونی که امروز سالگرد ازدواج منو نفسه. بهتر. آره بهتر. فقط یه مشکلی از صبح که بیدار شدم دیدم که نفسی نامه گذاشته که من رفتم عزیزترین جای زندگیمون و اونجا نشستم. بهتر. نه دیگه بهتر چی؟ خب من یادم رفتم اونجا کجاست. بهتر. از گفت بهتر. ببینم یه سوال همیشه واسه من بوده، چجوری ممکنه که یه وکیل موقعی که حکم اعدام موکلش رو صادر میکنن جلو همه تو دادگاه جلو قاضی بگی بهتر؟ بهتر. مرض. آقای سلام. سلام ما رسید خدمتتون. بله بله خیلی ممنون، محبت کردم. ناقابل بود. اختیار دارین، اختیار دارین، خیلی هم آموزنده بود. اون همینجوری تلاوت کرد. چه بسا شاده های کوتاهشون رو به خاطر شاده های بزرگ اصلا اینو ولش میکنیم. یک سال کارت اینترنت کوآپریشن دریانی رو میگم. بله خیلی من محبت میکنیم بدین کار اونی دلوره میکنم. راسته من یه موضوعی میخوام با تون درمیون بذارم. بفهمید. فقط میخوام خواهش کنم که نفس ازش چیزی نفهمه. دل دریانه دریای اسراره. صندوق اسرار. نخیر، دریا به علت کثرت اسرار اهالی صندوق کار یه ساعته. بهتر. آقا چی بهتر؟ یه ساعت پیش یکی اومد پیش من اقرارش اکشه یکی را زیر کردی در رفته. بهتر. باز میگید بهتر. ببینم کی همچین اقراری کرده؟ متاسفانه دل دریانه دریای اسراره. باشه جام دارین، شما عزیزترین جای زندگیتون کجاست؟ مغازه. نه منظورم این که شما و خانمتون. مغازه؟ مکان خونه. اگه خانمتون بخواد بره عزیزترین جای زندگیتون کجا میره؟ مغازه. عزیزترین مکان؟ خونه. اخونه بره؟ مغازه. ام مغازه بره. خونه. خونه نمیتونه. کاش منم یه دریانی بودم اقدر ساده. همه میخوان. راهش چیه؟ آدم دریانی بشه. اول باید کارش ساده بگیره. خب. دوم باید اهل دریان باشه. خب این که شدنی نیست. تو اولش زاییدن. دوم امکانات زاده برات میخواد. آخی الان میشه؟ نه نه نمیشه. پس با اجازتون؟ من میرم مغازه. الان 100 نفر زنگ زدن برای دلیوری. بهتر. آقا چی میگی بهتر؟ آقا مغازه است نه کافی شاپ. سوپر آرزوهای بزرگ دریانه. مردم بدون امکانات میخوان دریانی بشن. دلالو به هم ها. معلوم در ندیری.
بیشه من با تمام وجود بهت احتیاج دارم. از چه نظر؟ از همه نظر. حتی چی؟ شراره خونه است. کاش نبود. حالا که هست. خیلی کاش بخونم اوزام خیلی خرابه. میفهمه؟ چی رو میفهمه؟ ما این روی این مسائل خیلی حساسی. من یه بار تلفن گفتم آقایون خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم؟ بله. آقایون وقتی هول میشن یعنی یه برنامه با هم دارن؟ نه من که نه. من که بله. خیلی بقیه بقیه برای چی بقیه چی بگم؟ این خجالت بکش جلوی شراره. از چی خجالت بکشه؟ شرارشو من اصلا مجبور نیستی چیزی بگی. من به عنوان یک روانشناس بهت میگم اتفاقا اصلا جای خجالت نیست. این حس کم و بیش در هر انسانی هست و ممکنه یه جای خودشو نشون بده. کدوم حس مردم؟ اصلا مجبور نیستی جواب بده. این حس یه بین من و تو. شراره با این تکنیک هر حرفی رو از من میکشه بیرون. چه حرفی مردمی؟ بهت اختار میکنم رها، این آخرین تکنیکشه. همین جاست که همه چیزو بریزی بیرون. بی خود میگه بلش کن. هر وقت مردمی یه گنده میزنه من دو سه تا سوال ساده که ازش میکنم همه چی بریزی بیرون. واقعا؟ آره دیگه. یعنی هیچ تکنیکی نبوده برای نفوذ به لایه‌های ناخودآگاه پر از احساس گناه پیچیده من؟ همه میدونن تو پیچیده نیست. نه نیست. همه؟ من به کسی چیزی نگفتم. میخوام بگم چی میخواید بگی؟ میخوام بگم لطفاً بگی. اجازه میدین؟ اجازه من در اختیار شماست. اجازه هر کس در اختیار خودشه. مال من نه. این اصلا خوب نیست. خوبه دکتر، خوبه دیگه. نه این خودش 10 جلسه تراپی میخواد که البته ما اینو میذاریم برای بعد. دکتر شما بگو 1000 جلسه. چرا بعد؟ نه به خاطر این که ما میخواییم امروز در مورد لایه‌های پیچیده شما صحبت کنیم. من اصلا پیچیده نیستم دکتر. مژده بدم اتفاقا هستید. شما دارای لایه‌های پیچیده‌ای هستید. این یعنی چیز جالبیه در من. بر بعضیا بله، بر بعضیا نه. بر شما چی؟ بر من دیگه تازگیشو از دست داده. در واقع شما زیر لایه‌های پیچیده شما من یه چیزی می‌بینم. من یه حماقت که زیر این لایه‌ها بود. بله دکتر خودم هم میبینم. واقعا چه جالب. شما میبینید کجا؟ با کی؟ در ارتباط با چی؟ بگذاریم دکتر. نه 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 نگذاریم. این خودش یک پیشرفته. بعد 95 جلسه. بله 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 بله. فهمیدن یک چیز کمک میکنه به اون چیز که باعث به وجود اومدن اون چیز شده، در شرایطی که خود آدم متوجه نبوده و نفهمیده که اسیر اون چیز شده. اون فرد؟ بله اون چیز میتونه یک فرد هم باشه. جذاب؟ بله جذاب. با شخصیت؟ چرا که نه. دکتر؟ بله بله دکتر هم میتونه باشه. دکتر مردمی؟ من مردمی هم میتونه باشه. ای خود پس شما متوجه شدی؟ بله. شما چطور؟ بابا من که خیلی وقته از همون جلسه اول. واقعا؟ خب چرا نگفتی؟ دونم بعد از 95 جلسه روم نمیشون. چه اشتباهی. خب یه فرد با شخصیت جذاب و دکتر و یه چیز دیگه هم بود. دارم میمیرم از خجالت.
مردمی بذار یه کلمه بهتر براش پیدا کنیم. خوبه دیگه، مردمی خوبه. خوبتر، وسیع‌تر، وسیع‌تر، وسیع‌تر که بتونه گستردگی رو نشون بده، یه جامع‌تر، آره، که باعث به وجود اومدن اون اتفاق، یه عشق، عشق، عشق بزرگتر، بزرگتر، بزرگتر. بله، مگه میشه؟ بله بله، دارم فکر میکنم الان نوک زبونم الان بدون میگم بگید خدایا کمکش کن. آمول منفعه. آمول منفعه؟ بله. یعنی دکتر مردمی آمول منفعه است؟ بله. این اون چیزیه که از اتفاق افتاده برداشت میکنید. بله. متاسفم برای خودم. نه، شما اصلا نباید خودتون رو ملامت کنید. این یه حماقت زیر لایه‌های پیچیده شما. من احمقم؟ نه نیست. خودتون الان گفتید. بله، به روایتی هستید. متشکرم. متشکرم. ببخشید. بله. ویزیت من یادتون. میدونی که من منشی ندارم. یه 2 تومنم گذاشتم روش. بفرمایید. قابلی هم نداره. بفرمایید. خیلی من چیزی جا گذاشته؟ بله. از چی ناراحت شد؟ مردمی آمول منفعه. دیدی؟ هر انسانی مملو از لایه‌های پیچیده روانه. غیر از تو اصلاً پیچیده نیستی. تو یک آدم صاف و ساده هستی که یه عمر فریب بی تکنیکی شراره رو خوردم. حقش نبود با دکتر روانشناسم جلساتمو به هم بزنم. بیجو کوچولوی من. بیجو بیژن 100 دفعه گفتم جلوی مردم منو بیجو صدا نکن، مخصوصا جلوی این. جلوی شون؟ بچه شدی؟ مردم که نمی کنم. پس تو از لایه های روانی پیچیده من. یک لایه روانی. دوتا. یکی. پس تو از تک لایه روان ساده من حتما لغت بهتری میتونی به کار ببری. تک لایه روان حماقت بار من. آفرین، ادامه بده. پس تو از تک لایه روان حماقت بار من همیشه میفهمی من چه گندی زدم. دقیقا. ولی تو مرد خوبی هستی، روانشناس خوب تری هم هستی. تو میتونی همه چیزو به راحتی از روان انسانو بیفهمی. جدی؟ شما یک انسان خوب و روانشناسی خوبتر از این که همه چیزو به راحتی از روان انسانو میفهمی. جدی؟ بله، غیر از من. برای اینکه شما لایه‌های پیچیده و ناشناخته ای دارید. خیر. پس چی دارید؟ حماقت مزمن. از کی؟ تقریبا بگم یا دقیقا؟ دقیقا بگید. از همین 2 سال پیش. چه تاریخ آشنایی؟ درست از تاریخی که اومدم پیش شما. ادامه بدید. دکتر، من میخوام
من میخوام اقرار کنم که به یه نفر علاقه مندم. خب خیلی دلم میخواد باهاش ازدواج کنم. چه خوب چه خوب، حتما این کار رو بکنی. واقعا؟ آدم خوبیه، یعنی منظورم اینه که مناسبه؟ بله بله، خیلی خوب، خیلی مناسب. چه خوب چه خوب. شما که الان تو شرایط مناسبی هستید و البته بهتر بود که بهتر بود چی؟ بهتر بود که احتمالاً اتفاقاً یک نفر دیگه که مناسبتر. نه نه، نفر دیگه نه، نفری که من میگم خیلی مناسبه. پس انتخابتون رو کردین؟ بله. از کی؟ از همین 2 سال پیش. چه تاریخ آشنایی؟ درست از تاریخی که اومدم پیش شما. ادامه بدین. دکتر میخوام بگم به یه نفر خیلی خیلی علاقه دارم. خب دکتر آرزومه باش ازدواج کنم. خب این اصلا کار خوبی نیست. یعنی منظورم اینه که اصلا مناسب نیست. منظورم اینه که اون یه نفر باید بگه، اون باید تقاضا کنه. میدونم، ولی من واسه همین اومدم اینجا که منو ببینه یهو یادش بیاد که یه وقتی پسری بود همسایه ما. پس قدیمیه. بله یه وقتی بود یه پسری بود همسایه ما. یه روز وقتی بچه‌های بد دیگه اون دختر رو اذیت می‌کردن، اون پسر اومد کمکش کرد و مثل شیر جلوی همه‌شون وایساد. و همون قصه قدیمی پسری که دختره رو از دست دیوای بد نجات میده و اونا رو میزنه و حسابی کتک میخوره. چه جالب، کتک میخوره. و اون کتک برای اون دختر به 1000 تا زدن میارزه. چه احمقانه، شکستن کهن الگوها باورم نمیشه. باور کنید نمیتونم. بتونید. اون پسر بعدش فرار کرد، قصه خورد چون قوی نبود، قایم شد. آخه از کجا میدونست؟ اون حق داشت. نه حق نداشت، شاید اون موقع داشت به خاطر الگوها. الگوها همیشه درست نیستن. بعد ها اون پسر فهمید زدن مهم نیست، ایستادن مهمه. شاید هنوزم نفهمیده شرار خانم چقدر عوض شدیم. بزرگتر، خانومتر. شما کجا؟ اینجا کجا؟ همیشه میخواستم اون دختر کوچولو رو پیدا کنم،
عیف که آدمی که فرار میکنه پیدا نمیکنه، گم میکنه. آدمی که میگرده پیدا میکنه، نه؟ بله. شما از همون بچگی مرد خوبی بودید، باور من بودید، شجاع و مهربون و جدی. خوش اومدی. تو شجاع و مهربونی، شک نکن. حالا اون چه حس خجالت باریه که باید از من مخفی بشه؟ رها به من حس داره. چی بود؟ من به تو حس دارم. مدرسه من چه حسی به تو دارم؟ چه حسی؟ از اون حسی الان جواب بدی؟ اصلا لازم نیست خجالت بکشی. توی روان پرلایه ما ما نمیدونیم چه اتفاقاتی داره میفته. البته غیر از من که تک لایه ای هستم متاسفانه. چه اتفاقی؟ بیژن دارم به دختار میکنم. الان مجبور نیستی جوابشو بدی. من مجبورم نیستی. بگم شما دوتا دارین یه چیزی رو از من مخفی میکنید؟ نه. نفس رفته. بله من امروز صبح بیدار شدم، نفس رفته بود. آره مردمی؟ تو میدونستی؟ نفس رفته؟ نرفته؟ نمیدونستی؟ رفته یا نرفته یا نمیدونستی؟ ببخشید میشه این؟ بله. نامه بسیار زیبا و سوال برانگیزی آدم رو وادار به فکر کردن میکنه. ببخشیدا با اینکه شعرشو خیلی دوست داشتم بهشم حق میدم، اما من شخصا اگر جای نفس بودم بعد از مهمونی میذاشتم میرفتم. چرا؟ بابا آخه مردم دیوانه که نیستن، هی لباس خریدن، کادو خریدن. کادو انتخاب من بود. آها الان تو روت میشه اون کادو رو جای دیگه ببری؟ نه یعنی اینقدر افتضاح. خب عوضش میکنم. کلی باید روش بزن. معلومه چی میگین؟ تو برای چی دخالت میکنی؟ اینا یه سری مسائل خصوصی زن و شوهریه. خب عزیزم من جلو من دارین حرف میزنی، چیکار باید بکنم؟ تو اصلا اینجا چیکار میکنی؟ من اومدم ببینم عزیزتن جای زندگی ما کجاست؟ جایی که نفس اونجاست. و اونجا کجاست؟ عزیزتن جای زندگی ما. آها کجاست؟ جایی که نفس رفته. خب داریم نزدیک میشیم، نفس کجا رفته؟ رفته عزیزتن جای زندگی ما. و اونجا کجاست؟ من بگم. بگو. جایی که نفس رفته. نفس کجا رفته؟ نفس رفته. خب ولش کن اینجوری، ما به هیچ جا نمیریم. شراره؟ من هیچی نمیدونم. شراره این برای درک خودمونه. ببین با این که میدونم شر به پا میشه، ولی اگر میدونستم میگفتم، چون قالمون گذاشته حتما میگفتم. نمیدونه برای نفس رو ولش کن. عزیزترین جای زندگی ما کجاست؟ مال تو رو نمیدونم، ولی مال من خونه مادرم. من فکر میکردم اینجا باشه. منم همین فکر رو میکردم. آقا من یه چیزی بگم. بگو. میدونی اگه این دفعه بفهمم چی کار میکنم؟ رومانتیک. همیشه سعی میکنید همونطور مثل اول عزیز براتون بمونه. نه دیگه فراموشش نمیکنی. نه او همونجا میمونی. نه وا. خب پس چی کار میکنی؟ یاد داشتش میکنی. نفس جان همونجا بمون، با کادو یه کاری میکنه. عوضش میکنه. ول کن بابا تو هم. کسی چایی میخوره؟ یعنی تو این حاله من میخورم. به این میگن مرد. بدتر از مراسم ختمه مردم اونجا هم چایی میخورن. من که حالم خیلی هم خوبه. مرض داری اینجور مسائل تو میاری توی خونه من؟ تو مگه روانشناس نیستی؟ خب با روانشناسی و اینا باید
روانشناسی اینجور مسائل خانوما رو حل نمیکنه. روانشناسی چی رو الهی حل میکنه؟ الهی بمیری رها، روانشناسی رو الان ول کن. روانشناسی چی؟ روانشناسی همه این مسائل رو حل میکنه، اصلا نگران نباش. دو چیز من رو نگران میکنه. چی؟ یکی این شعر مال من کو؟ تو حالت بد بود نیبردم. این شعر حاوی نکات روانشناسیه که من با تفسیر روانشناسی اینو براتون میخونم. گاهی دلم از زندگی سیر میشود که چی بشه؟ که میخوام تا سقف آسمان پرواز کنم، برای چه کاری؟ رویش دراز بکشم آرام و آسوده، مثل چی؟ مثل ماهی حوزمان که چند روزی است روی آب خوابیده. میخواین بیشتر بشکافم؟ اما اون چیزی که من رو نگران میکنه اینه، این درسته چون همسایه بغلی دکتر روانشناسه که اتفاقا دوست خانوادگیت هم هست، تو دقیقه و ساعت زرتی بپری بیای اینجا مفت و مجانی مشاوره بگیری؟ مردمی؟ اونم سر مسائل حاد و پیچیده. میدونی وضع نفست بحرانیه؟ از کجا؟ اینجا. از اینجا. گاهی دلم از زندگی سیر میشود. آهانو کوفت. میدونی اگه این کاری دست خودش نده چند جلسه مشاوره میخواد؟ چند جلسه؟ حداقل 10 جلسه. بگو جلسه ای چند؟ چند؟ کردمش 150. زیاده. به تو مربوط نیست. مهم اینه که یاد بگیریم بیایم مطب. خوبه منم بیام مسائل حقوقی مو توی خونه شما حل کنم؟ نه که نمیای. خب منم کارم تو خونه خودم میکنم دیگه. برای چی پول نمیگیری؟ خب این سوال منم هست. خب میبینی شراره، میبینی خونه‌شو کرده دفتر وکالت، از من پول نمیگیره که منم ازش پول نگیرم. بله. بله مرس. این مسئله ای که گفتم خیلی از مسئله اول مهمتره. بچه من یادم مسئله اول چی بود؟ ساده بگم یا با پیچیدگی‌های روانشناسی؟ جان مادرت ساده. ته خطه. کی ته خطه؟ خط کجا؟ خط منظورشون خط اتوبوسی نه. کی ته خطه؟ به تو مربوط نیست. فکر کنم با شما بود. چشم. با رها بودم. کی ته خطه؟ صبر کن ببینم. خودکشی و اینه. نفس. نفس. وای. نفس. وای. نفس. وای. اینجوری صداتون رو نمیشنوه، فقط گوش من و همسایه ها رو کر میکنه. خب این شهره چیکار بکنی؟ باید بفهمیم عزیزترین جای زندگیتون کجا بوده. یک لحظه را هم نباید از دست بدیم. آره راست میگه. کجا باید بفهمیم؟ من باید بدونم که یادم رفته. ای وای وای بیچاره شدم. آقا رها. بله. خوبه من و مردمی عزیزترین جای زندگی نداریم که بریم. و الا اگر من رفته بودم اونجا و بیجو فراموش کرده بود اینجوریا نبود که بگم بیا 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 لاب لاب لاب. یک بلایی سرش می آوردم که عزیزم. ولی تو که فراموش نکردی؟ کردی؟ معلومه که نه. ولی وقتشه یه عزیزترین جای زندگی پیدا کن. حتما. خب کجا دوست عزیزم؟ لواسون. او دماوند. لواسون. نه دماوند. لواسون. نه 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 دماوند. لواسون. دماوند. دماوند. ولی آخه ما نه لواسون داریم نه دماوند. خب اشکال همینجاست دیگه. نداشتن که اشکال نیست. نیست؟ خب همینه که اینجاییم. ولی تو گفتی که یه جایی رو داری. کجا؟ خونه مامانت. مگه نگفتی نفس تو خطره؟ بیژن گریه نکن. بیژن. نه 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 گریه نکن. بیژو. به من نگو بیژو. بیره. بیره. ملخ. دیگه چرا ملخ؟ خواستم یه تعریف جدید از تو بدم. آه دوست دارم، دوست دارم. میدونی چی منو شیفته تو میکنه؟ چی؟ همین نوآوریات. ملخ. اون مگس. میدونی چیه؟ من وقتی اومدم پیش تو، وقتی اومدم خونه تو، فکر میکردم
فکر میکردم قشنگتر عزیزترین پرشکوه‌ترین رویایی ترین چرا کمکم نمی کنی جمله رو تموم کن مرتوب ترین ضد زلزله ترین تو رو خدا بیجو بیمه بیمشم کردم آخه چرا آخه چرا آخه چند بار بگم چرا تا الان دو بار گفتی آخه چرا آخه چرا میخوای اگه خسته این من بقیه شو بگم آخه چرا آخه چرا آخه گریه میکنی شده جوک میشی خندیدی دیدی خندیدی آخه چرا آخه چرا آخه چرا کجایی؟ برگشتی؟ نه، من منتظرم. من فقط صدام. صدای چی؟ صدای چی؟ نه، صدای کی؟ صدای کی؟ به این زودی صدامو فراموش کردی؟ صدای نفس. صدای از کجا داره میاد؟ نفس؟ از خونه؟ صدای من هست تو این خونه. همونطور که روحم هست، آرزوهام، رویاهام. پس چرا خودت نیستی؟ خنگ بازی در نیار فندق من. منو باید پیدا کنی و بیاری خونه. از کجا؟ آه، رها. قول میدم بهت.